1, 2, 3, 4 حالا شروع کنیم. سلام، یک گرم و پر انرژی به شما بینندگان عزیز برنامه پرژن بی ام اس، کانال پرژن بی ام اس، برنامه سلام سلامتی. من پروانه اندشه هستم. این بار مثل همیشه در مورد موضوعاتی صحبت میکنیم که به سلامت جسم و روان ما تأثیر میذاره. در این برنامه بنا به تقاضایی که شده بود در مورد کودکان بیش فعال صحبت میکنیم که قسمت اولش رو مشاهده کردید. الان چون مطالب زیاد بود دو قسمتیش کردیم. این قسمت دوم در مورد کودکان بیش فعال هست. با من همراه باشید. در برنامه قبلی به مواد غذایی و کلن موادی که برای این نوع کودکان بیش فعال ضرر داشت اشاره کردیم که یه سری از چیزها رو بهتره که از رژیم غذایی اینا بردارین. شکر یکی از مهمتریناش بود. غذاهای فراوری شده جزء اونا بود، مثلا همین سوسیس و کالباس و اینا که خیلی در دسترس متاسفانه و مادرانی که خیلی مشغول هستن معمولا اینو به بچه‌ها میدن. اینا رو سعی کنید از رژیم غذایی بردارید. دیگه سدیم بنزوات جزء موادیه که اینم بردارید. روی غذاها رو بخونید، اگر درش سالیسیلات طبیعی اونم جزء چیزاییه که متاسفانه این رفتارهای بیش فعالی رو زیادتر میکنه. ساکاروز، فکر میکنم به فارسی همین ساکاروز بهش میگیم دیگه، اونم جزء شکرهایی هست که وقتی که بچه یا خودمونم وقتی زیاد از این میخوریم بعد از اون متاسفانه ما هیپوگلیسمی یا افت قند داریم در بدن و افت قند معمولاً در موارد مختلف در بچه‌ها ایجاد بیشفعالی میکنه. من فکر میکنم تو خود ما وقتی قندمون افت میکنه بیشتر حالت افسرده و داون افسرده میشیم، ولی بچه‌ها خیلی بیشفعال میشن. اینو حواسمون باشه. دیگه ویتامین‌های بی، مخصوصاً کلین، اون ویتامین بی هست که در زرده تخم مرغ و در مخمر خیلی زیاد هست، در سویا هم هست. اینا رو هم میتونیم به رژیم غذایی این بچه ها اضافه بکنیم. سعی کنید به بچه ها حتما صبحونه بدید، مخصوصا بچه های بیش فعال. صبحونه بچه ها باید 1/3 مواد غذایی باشه که اینا در طی روز قراره بخورن، به خاطر اینکه وقتی صبحونه خوب داشته باشن اقلا تا قبل از ظهر میتونن تمرکز بهتری داشته باشن که مبادا به خاطر کمبود قند خونشون یا بالاخره پروتئین ها اینا تمرکزشون رو به خاطر اون هم از دست بدن. صبحونه خوب برای این بچه ها مثلا جوی پوسکنده توی اروپا خیلی رواجه که اینا رو با آب یا با شیرهایی مثلا شیر بادام یا شیر کوکونات و یعنی نارگیل و اینا درست میکنن، یه کمی دارچین بهش میزنن و اگه بچه خب شیرین دوست داره میتونید با یه مقدار کم عسل شیرینش کنید، ولی اگر که شور دوست داره یه کمی نمک بهش بزنید و میتونید مثلا آجیل، مغز گردو، نمیدونم اینا رو بهش اضافه بکنید. اگه دوست داره میوه بهش اضافه کنید، بسته به چیزی که بچه دوست داره اینو تغییرش بدین که این براش خوشمزه باشه و بخوره. یه چیز دیگه که خیلی خوبه نون قهوه‌ای، نون سبوس‌دار و با اون مثلا کره کازو یا همین کشو بهش میگن، اونو میتونید خودتونم تو خونه میتونید درست کنید و اینم یه غذای خوشمزه ای هم برای بچه‌ها هم برای خود ما، چون هم چربیای خوب داره و هم پروتئین به اندازه کافی داره. دیگه اینکه سبزیجات تازه تا اونجایی که میتونید، حالا به هر طریقی که میشه، بعضی وقتا بعضیا یه شیک یا سموتی درست میکنن برای بچه ها، تو اونم میتونید سبزی بریزید و با میوه های خوشمزه اونو خوشمزش کنید که این بچه بتونه اینا رو بخوره. بعضی از بچه هم خودشون دوست دارن سبزیجات رو تو دستشون بگیرن، مثلا نمیدونم کرفس و خیار و اینجور چیزا رو میتونید به بچه ها بدید که مصرف کنن. مثلا غذاهایی که ویتامین B6 و ویتامین C دارن حتی برای خودمونم استرس رو کم میکنه، برای این بچه هم فوق العاده خوبه.
میتونید از طریق غذا، من وقتی که اسم ویتامینا رو میارم شما میتونید خودتون ببینید تو غذاهایی که هست اونطوری استفاده کنید. بعضی هم دوست دارن به عنوان مکمل غذایی استفاده کنن، هیچ اشکالی نداره، هر کدوم برای شما راحت تره و دم دستر هست. بالاخره 100% بهتر از لحاظ از طریق غذا اینو وارد بدنتون بکنید. ویتامین سی خیلی کمک میکنه به این که همونطور که در قسمت اول گفتم اگر فلزات در بدن ما وجود دارن به عنوان سم، این ویتامین سی میتونه اینو از بدن ما دفع کنه به یه صورتی به اسم کیلیشن، یعنی انگار اینو قلاب میکنه، اینو از بدن ما میاره بیرون. بعد سروتونین این بچه ها بعضی وقتا کمه، راجب سروتونین یه بار دیگه تو برنامه سلام سلامتی گفتم، یادتونه گفتم اگر همدیگر رو بغل کنیم سروتونین ما میره بالا. اگر سروتونین اینا کم باشه، که اینا رو من پیشنهاد میکنم حتما آزمایش بکنید، ویتامین B6 خیلی برای اینا مفید هست. به نظر میرسه که بهترین راهی که ما میتونیم به کودکان بیش فعال کمک کنیم این هست که از لحاظ تغذیه، از لحاظ جسمانی و از لحاظ روانی یا عاطفی به اینها کمک کنیم. تغذیه تا یه حدودی، من یه چیزای خیلی کمی البته به شما گفتم، دو تا چیز دیگه هم میخوام بگم، دو تا داروی گیاهیه، یکیش گینکو بیلوبا که یه درخت بزرگ برگ خیلی مشخصی داره، البته اینو به صورت کپسول میشه به بچه داد. دومیش روغن گل پامچال، فکر میکنم من اینجوری به فارسی پیدا کردم، به انگلیسی بهش میگن ایونینگ پرایم روز اویل. اینم حتی زیر 6 سال، یعنی بین 6 تا 7 سال 500 میلی گرمش رو میتونید بدید، بالای 7 سال دیگه از 1000 میلی هم اشکالی نداره به بچه بدید. این دو تا چیز گیاهی. آزمایشایی رو میخواستم خدمتتون عرض کنم که خیلی مهمه. آزمایش آلرژی غذا رو من تو برنامه اولی گفتم، اما یه آزمایش‌های اختصاصی هست که اینا رو در بعضی از آزمایشگاه‌ها انجام میدن، البته اینا هنوز گرونه، منتها اونایی که تواناییشو دارن و میتونن، یه آزمایش ادراره که درش معمولاً، یعنی من اون لااقل اون کودکانی که من دیدم و خانواده‌هاشون و اون لابراتوری که من باشون همکاری میکنم، پروتئین کازئین و یا گلیادین در این نوع کودکان مثبت نشون میده، یعنی اینکه اینا بدنشون به این تحمل نداره، نه اینکه آلرژی داره تحملش کمه، این تولرانس هستن نسبت به اینا، و با برداشتن اینا از رژیم غذایی این کودکان کلی تغییر هم پدر و مادرها هم ما که بالاخره گزارش رو میشنویم در این کودکان میبینیم. اینه که این آزمایش ها رو هم لطفاً اگر میتونید انجام بدید، بهش میگن فود اینتولرنس تست. از لحاظ روانی ما باید خیلی با این کودکان ملاحظهشون رو بکنیم، در جوامع بین دوستان خودمون، در اون ملاقاتهایی که داریم سعی کنیم هممون، چون طفلک پدر و مادر که خب خودشون 24 ساعت دارن تلاش خودشون رو میکنن حتما، و در خونه با این بچه ها کوتاه میان و کمکشون میکنن، اما ما هم باید این احساس رو بیش از هر چیزی به این کودکان بدیم که شما، تو عزیز دل، به اندازه کافی خوب هستی، ما دوستت داریم، تو همین جوری که هستی خوبی، یعنی حس امنیت بهش بدیم، برای که این کودکان ترس دارن توی ته وجودشون و خیلی وقتا ناامید میشن، بنابراین عشق و محبت رو اگر از طرف ماها بگیرن خیلی خیلی بهشون کمک میکنه. یه چیز دیگه که البته اینو در خانواده من پیشنهاد میکنم، این کودکان ماساژ براشون خیلی خوبه. ماساژ خب یه بچه را آدم چطوری میتونه ماساژ بده؟ یعنی تصورتون مثل اون ماساژایی که خودمون میگیریم نباشه. روی مبل نشسته مثلا پاهاشو، یا نشسته روی زمین شما هم کنارش میشینید پاهاشو، دستاشو، شونه هاشو، و یا سرشو ماساژ بدید. چون ماساژ خیلی این کودکان رو آرام میکنه. از لحاظ دیگه میشه اینا رو کلاس‌های مختلف یا ورزش، ورزش و فعالیت بذارید تا دلشون میخواد بازی کنن، و یا در یک مثلا یه ورزش به خصوصی که علاقه دارن شرکت کنن، چون فعالیت زیاد هم باعث میشه که اینا این انرژی شدیدی که دارن رو بتونن در یه راه خوبی استفاده بکنن. من مطمئنم که خیلی از شماهایی که کودکان بیش فعال دارید حتما به پزشک مراجعه کردید، و اگر به شما دعا
دارو پیشنهاد کردن، منم فکر میکنم که داروهایی که برای این کودکان میدن برای مدتی بالاخره خوبه، تا زمانی که آدم بدون چه کارهای دیگه باید بکنه که کمک کنه به این موضوع. برای اینکه دارو مسئله رو حل نمیکنه، اما 100% تا مدتی که شما به خودتون بیاید برای این کودکان مفید هست. امیدوارم که این بخش از برنامه سلام سلامتی هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. من منتظر پیشنهادات شما هستم. برنامه‌های ما رو روی تارنمای پرژن BMS میتونید دنبال کنید و ما روی همه شبکه‌های اجتماعی هم هستیم. تا بخش دیگر از برنامه سلام سلامتی، من شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز و روزگارتون مثل همیشه رنگی. حالا این هواپیمای بره شروع می‌کنم. خب تا هواپیما رفته دوباره بگیم. گفتم من همه بچه‌ها رو دوست دارم، بیش فعال، کم فعال، دان سیندروم، عاشق همشونم.